آیا می دانستید نابرابری دستمزد در اروپا رو به افزایش است؟ بگذارید با این کش توضیح بدهم. نابرابری دستمزد زمانی ایجاد می شود که درآمد کسانی که حقوقشان بالاتر از میزان میانگین است، سریعتر از دستمزد کسانی رشد کند که کمتر از میزان میانگین حقوق می گیرند. از زمان بحران مالی در اروپا، شهروندان با رشد کند دستمزدها روبرو هستند. تأثیر آن در حال حاضر در رومانی و پرتغال بیشتر از بقیه کشورها محسوس است و در آلمان و در ایتالیا هم وجود دارد. در نتیجه سرزمین دستمزدها در اروپا در حال حاضر چنین شکلی دارد. حداقل دستمزد در کشورهای مختلف اروپایی یکسان نیست. دستمزد خانواده مولرز در ماه حدود 1450 یورو است. دستمزد خانواده پوتامیانوس هم در ماه بین 600 تا 900 یورو است. درآمد ماهیانه خانواده بتیداس هم حداکثر 500 یورو است. درآمد آن و جودی کمتر از همکاران مردشان است. این وضعیت برای آن که در استونی زندگی می کند و برای جودی که در رومانی به سر می برد به مراتب بدتر است. خانواده نیومن مثل خیلی از اروپایی ها در بخش خدمات کار می کند که بیشترین حد دستمزدها را دارد. افزایش مصرف که رشد اقتصادی را به همراه داشته باعث ایجاد اشتغال برای کسانی مثل استیو نیومن شده. استیو اما برای حقوق بیشتر قصد دارد به کشور دیگری مهاجرت کند. اگر او به کشورهای شرق اروپا و کشورهای جنوب مهاجرت کند، درآمد سالانش کمتر از 9000 یورو و در 15 کشور عضو اتحادیه بیشتر از 25000 یورو خواهد بود و در برخی از کشورها هم ممکن است به بیش از 62000 یورو در سال برسد. 3 میلیون از مشاغلی که از سال 2013 در اروپا ایجاد شده، مشاغلی است که آنها را می توانیم مشاغل با درآمد بالا بنامیم و حدود 800000 شغل را می توانیم در رده شغل‌های با درآمد متوسط بدانیم. اما حدود 1.5 میلیون از مشاغل ایجاد شده جز مشاغل با دستمزد پایین به شمار می آید. در حال حاضر در سراسر اروپا شاهد این روند هستیم. از اتریش گرفته تا جمهوری چک و هلند و در کشوری مثل لیتوانی که نیروی کار جوان برای دستمزد بیشتر به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند. همکارم به لتونی رفته تا ببیند این کشور چگونه سعی می کند برای جلوگیری از مهاجرت نیروی کار دستمزدها را افزایش بدهد. این جوانان در ریگا پایتخت لتونی تصمیم گرفتند در کشور خودشان بمانند. لتونی یکی از کشورهایی است که متوسط دستمزد در آن پایین است. 4 یورو در ساعت، یعنی 3 برابر کمتر از میزان میانگین اتحادیه اروپا. میزان نابرابری دستمزد نیز در این کشور بالاست. به همین دلیل هم بسیاری از شهروندان جوان در جستجوی زندگی بهتر قصد مهاجرت دارند. دولت لتونی سال جاری میلادی برای کمک به خانوارهایی با درآمد پایین حداقل حقوق میانگین را افزایش داده. از نظر دستمزد و فرصت‌های شغلی، لتونی یکی از کشورهایی است که با میزان نابرابری بالا روبرو است. میزان سرانه تولید ناخالص دولتی در ریگا پایتخت به طور متوسط همسطح بریتانیا است، اما اگر به سمت شرق بروید در شهرستان‌های شرقی کشور در فاصله 4 ساعتی پایتخت میزان سرانه تولید ناخالص دولتی به کشورهای جنوب آفریقا نزدیک است. نرخ بیکاری در ریگا 4-5% و در شهر لاتگال حدود 18% است. چشمانداز بازار کار و سطح حقوق در لتونی در مقایسه با بریتانیا، آلمان و فرانسه در وضعیت بدتری قرار دارد. لتونی برای اینکه جوانان را به ماندن در کشور تشویق کند، روی آموزش سرمایه گذاری کرده. تأثیر این اقدام بر روی چشمانداز بازار کار و درآمدها به مراتب بیشتر از بخش عمده ای از کشورهای اتحادیه اروپا است. به همین دلیل هم آموزش مهارت‌های جدید به شهروندان به ویژه در حوزه روبه رشدی مثل فناوری اطلاعات اهمیت زیادی دارد. حوزه فناوری اطلاعات رو به رشد است. دولت در این زمینه سرمایه گذاری کرده چون این بخش به خاطر قوانین تجاری و مالیاتی از رقابت پذیری بالایی برخوردار است. در لتونی چشمانداز پیش روی یک شرکت فناوری اطلاعات مثل شرکت ما 100% مثبت است. افزایش دستمزد، بهبود مهارت‌ها و حتی ایجاد یک وزارتخانه مخصوص برای جلوگیری از مهاجرت جوانان. لتونی به دنبال یافتن راه حل‌های پایدار برای آینده نویدبخش برای جوانان است. اما کشورهای دیگر اروپایی چگونه این کار را انجام می‌دهند؟
در بروکسل با دبیرکل فدراسیون اتحادیه‌های کارگری در این باره صحبت می‌کنیم. از شما خواسته بودیم شیئی را برای من بیاورید که بیانگر نابرابری دستمزد باشد. آن شیء چیست؟ برای شما یک دوچرخه آوردم. این دوچرخه را بعد از انتخابم به عنوان دبیر کل فدراسیون اتحادیه‌های کارگری در سال 2015 هدیه گرفتم. این دوچرخه نماد مسیری است که به سوی برابری دستمزد در اروپا در پیش گرفتم. من تصمیم گرفتم در این مسیر حرکت کنم. در زنبیل این دوچرخه هم کارت بیمه ام در بلژیک را گذاشتم. در کشور من همه شهروندان این کارت را ندارند و نمی‌توانند از آن بهره مند شوند. این کارت نماد راه درازی است که برای رسیدن به برابری واقعی دستمزد و برای حمایت‌های اجتماعی در کشور توسعه یافته‌ای مثل بلژیک در پیش داریم. به نظرتان این نابرابری بر رشد اقتصادی تأثیر دارد؟ قطعاً، چون بر بهره‌وری اقتصادی، رقابت پذیری و کارکرد بازار کار تأثیر دارد. متأسفانه در سطح ملی باید بودجه بیشتری صرف حمایت از کسانی شود که شغل موقت دارند، کسانی که از حقوق بازنشستگی و حقوق بیکاری برخوردار نیستند و خودشان و خانواده‌شان در فقر به سر می‌برند. دولت باید از این افراد حمایت کند. این کار منجر به کاهش منابع موجود برای سرمایه‌گذاری می‌شود و در نهایت با یک دور باطل روبرو خواهیم بود که مانع از رشد اقتصادی بالقوه می‌شود. و این مسئله باعث تضعیف مذاکرات اتحادیه با کارفرماها می شود؟ مشکلی نیست که قدرت اتحادیه‌های کارگری کم می‌شود. مشکل این است که سیاست‌های ریاضت اقتصادی و بحران اقتصادی بر روند مذاکرات اتحادیه با کارفرما تأثیر منفی داشته و این امر هم خود منجر به تضعیف نقش اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان اصناف مختلف شده است. این وضعیت مدیریت رشد اقتصادی در راستای کاهش نابرابری را با مشکل روبرو می‌کند. شما این حرف را به عنوان دبیر کل فدراسیون اتحادیه‌های کارگری میزنید، اما در سطح جهانی فرایند جهانی شدن اساساً روی دستمزدها فشار وارد کرده است. اگر هزینه های تولید و صادرات شرکت ها را در نظر بگیریم، خواهیم دید که سهم دستمزد خیلی کم بین 5 تا 15% است و بقیه‌اش هزینه سرمایه گذاری در فناوری های جدید، به ویژه خودکار کردن و دیجیتالی کردن فرایند های تولید و همینطور هزینه کنترل کیفیت محصول است. و اینها واقعاً عواملی هستند که در رقابت جهانی اهمیت دارند و تاثیرگذارند. صادرات نصف کل ماجرا و نیمه دیگر مصرف و تقاضای داخلی است. اگر دستمزدها را همگام با بازدهی تولید افزایش دهیم، می توانیم هم صادرات را بیشتر کنیم و هم تقاضای داخلی را، و به این شکل مدل رشد اقتصادی ما واقعا در دراز مدت تداوم خواهد یافت. اگر شراکت اجتماعی عاملی است که همیشه باید در نظر گرفت، همین شراکت اجتماعی می تواند در یافتن راه حل هم نقش داشته باشد. بسیار جالب خواهد بود. ممنون از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. از شما هم ممنون که بیننده برنامه ما بودید. We'll be right back.